سازمان ناسزای کشور طی قدردانی از تمام عمه های ایرانی، چه آنان که سالهاست این مسئولیت خطی را پذیرفتند و چه آنان که تازه عمه شدند، گفت وجود عمه در فامیل الزامی بوده و نبود آن باعث آسیب به خوار مادر می شود. تمام چیزهای به درد نخور عالم نیز به در عمه، ببخشید، به درد عمه می خورد. جایگاه ویژه عمه ها نیز در ورزشگاه آزادی تعبیه شده. از این رو باید از صبر و شکیبایی شوهر عمه ها نیز تشکر کنیم. از لحظات قبل نیز با اکران سراسری فیلم میلیونر میامی شاهد نقش آفرینی متفاوت عمه خواهی بود. عمت با من داشتیم. البته از حمید فرخ‌نژاد و سایر بازیگران انتظار شوخی دستی با عمه رو نداشتیم. سازمان ناسزای کشور افزود ای با وفا عمه، عشق و صفا عمه، سپر بلا عمه. عمه؟ نه عمو. ببخشید عمو. نازی نازی، امشب دلم دست توه. احسن احسن. نازی دل تنهام هنوز مست توه. احسن احسن. آقا نگو احسن. احسن احسن. همون حدی که نازی رو میشناسی بگو احسن. احسن احسن. گویا همه تون میشناسی. احسن. نازی تو که یار نداشتی، صبر و قرار نداشتی، فوش گذاشتم هر کی بگه احسن. آفرین آفرین. رفتی و بی خبر باز پروی دلم گذاشتی. احسن. یعنی همه تون زنگ آخر وایسی من. بیا با هم بریم سفر لس آنجلس. پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، یکی از سارقین الخیرین المبتکرین المنهدمین الفحشا خلصنا من العذاب المنکر در حرکتی خیرخواهانه و به صورت چشم بسته تابلو دوشیزگان اونیون پیکاسو رو که یه چیز دیگر رو گویا دزدیده رو دزدید. این حرکت سارق چهره آشنا آمریکا را پای میز مذاکره کشاند. تیم مذاکره کننده ایران این بار با چشمانی کاملا باز جام را به سلامتی جمع رفتن امضا کردند. و روابط ایران و آمریکا خیلی ظریفانه حسنی شد. پرواز مستقیم لس آنجلس تهران به خروجی شماره 2. لس آنجلس دوره دیگرم دوره. مرد بر آمریکا. ببین منو نبر اوی. ببخشید. سخنگوی قوه قضا مضائیه اعلام کرد برای آگاهی مردم و شفاف سازی مجرمین دادگاه‌های مفسدین اقتصادی پس از 6 ساعت تأخیر به صورت زنده پخش خواهد شد. مجرم نشی باز بری توی ابرا، مفسد نشی باز بری تو کانادا رفته. دوستان بعد دادگاه. آقا دادگاه رو آقا سکوت، همه که سکوت کنین. محتمین حرفی اول بی آر پی میشنم. بله بی آر پی میشنم. پول دادن چون که ندادن. چوبون فرزندت کجاست؟ ای چرا خو خوبه. آقای بهزه شما گهخه زیادی نخور. آقای بهزه شما چقدر به شجه و مه و مم پول دادین؟ مم مم چیز مهدی مزایی رو من چجوری بگم؟ گفتم آخ سوختم. آخ هیچ کس گوش نمیده ما چی میگیم که، ولی حالا شما محبت بکنین این یه دفعه رو گوش کنین. ببخشید بیا. گرونی بی پولی کرده دیوونه همه رو، تو میدونی اینجوری نمیتونی محبوب بمونی. کاسبی مردم رو ترکوندی، کاشکی مثل نخبه ها نمیموندی. این چه وضعشه که قیمت هنوز بلاست، جونمونو به لب تو رسوندی. اشرافیگری اختلاس و تورم، این بود وعده های تو حق مردم. اون چنان رونق اقتصادی تو که مردم رو ترکوندی. گوش دادی؟ نه بلش کن، ما به همه یه دردامون باید چالشانه برخسیم. بیا. اوه ببخشید.
پلیس فرانسه طی اقدام وحشیانه اعتراضات کارگران زحمتکش که چندین ماه مطالبات خود را دریافت نکرده بودند را سرکوب نمود. این اخبار واسه ایران احمد. به خبری که همکنون به صورت من اصابت نمود توجه کنید. در روز کارگر عده‌ای از کارگران آشوبگر طی اقدام وحشیانه باعث متزلزل شدن امنیت عمومی، تخریب اموال عمومی، تشویش اذهان عمومی شده و توسط مأمورین مهربان نیروی التزامی خونسا شدند. این اعتراضات که از سوی گروهک های تروریستی و سرویس های اطلاعاتی بهداشتی موساد و ایساد، CIA، ADSL، ICDL، BBC و 23 حمایت مالی جانی آن ایرانی به نام بانی فانی کافی باقی ساقی و همه دشمنانی که دمن درمن قلمن قدمن لسانن و حضورن از این آشوبگران حمایت کردند را سرکوب نمود. اولی ها، دومی ها و حتی نسل سومی ها گاف منتشر کرد. بعد از تصویب دو فوریتی طرح عدم بکارگیری بازنشستگان، 80% مسئولین به گاف رفتند. به جز سران سه قوه، استانداران، فرمانداران، بانکداران، مالخاران، خارماران، خارداران و خاوری و همه سفارش کنندگان از ایران خاک، دوستانی که از دور و نزدیک به حال دستشون رسیده دکلی چیزی برداشتن. خلاصه فضای خدمتگزاری برای جوانان فراهم شد. الحق و الانصاف، همه چیم گاف. همه چیم گاف گاف، عمرمو دادم واسه مسئول پرلاف. همه چیم گاف، کنکور دادم تا برم دانشگاه، همش واسه یه دوتا دار. همه چیم گاف، همه چیم گاف تا تهش بشم چی دونه آدم الله، که خبر بخونم تو زود نیوز دردمون باز نشه شیاف. همه چیم گاف. ببخشید، باز هم نگاه مدبرانه سانسور و سیما حماسه آفرین شد. در پی دعوت عادل فردوسی پور از فرفری موی غزل ساز اسپانیا کارلوس پویول که موهاتو افشون کن و بیا باز دلو پریشون کن و برو، مدیر مربوطه به محض دیدن و تحریک شدن پویول گفت نمون اینجا، برو نمون اینجا. پویول نیز با سینه ای پر از اندوه گفت موهام زدن بهم میاد، مگه دعوت نکردی من از کشورم بیام، دارم میرم آده دیگه نمیاد. مجددا این چراغا رو خاموش. بالاخره اسامی اصلی آمریکا و اسرائیل لو رفت. جنگلی یا همان آمریکا و فینگلی اسرائیل پس از شنیدن نامهای اصلی خود درد و کوفت گرفتند و مردند. نیروی التزامی کشور پس از این کشف خارق العاده تمام گروهک های جنگلی، فینگلی، بیگلی بیگلی و انگلی سی و رهبر گروهک تتلیتی را دستگیر نمودند. برای سال آینده تظاهر کنندگان خواستار استفاده از اشعار درخواستی آن مان نباران دو دو اسرائیل و آنی مانی تینا خاک تو سرت آمریکا شدند. جزئیات تظاهرات را با هم ببینیم. میخواییم با این شعار آمریکا رو بترکونیم. ایوه ایوه هی جگلی فگلی بی بیلی گگلی دستم را کن، هی جگلی فگلی گگلی بگلی تحریم را ها کن. جگلی پاشو بریم، پاشو بریم جگلی، پاشو شعار ما را هی میگیریم. ببخشید.